الان میبینم حتی بچه‌هایی هم که شاگرد ما نبودن هم دارن راه میفتن ها، دارن راه میفتن، اومدین تو خط. اونایی هم که شاگرد خودمون هستیم که اصلا براتون ایزی ایزی. قربونت، مخلصی. خب میگه که در شکل روبرو اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت آر، یعنی این 12 ولت، آر چنده؟ این دو تا رومخو از این وسط اول بردارم، همین الانم هم دیدی تو قبلی هم مساوی بودن، دو تا مساوی نصف میشه، میشه 4. اگه اینا رو برات خودم توضیح خواهم داد، نگران نباش. فقط میخوام ببینی استایلمون اینه، اگه حال نمی‌کنی وقت تلف نشه. این 4 با این سریه، جمع اینا با این موازیه. وی این به اضافه وی این میشه وی کل این تیکه، که چون با این موازیه با وی این برابره. این جمله رو فهمیدید؟ یک بدید ببینم. بله توضیح دادم دیگه، تیپ بندی داره، همه تیپا رو حل میکنم. خب آفری، ببین نگاه کن، وی این به اضافه وی این میشه وی کل این تیکه، که چون کلش با این موازیه، وی اینه به اضافه این که میشه وی کل این تیکه، با این موازیه با وی این برابره. پس وی این وی یک، وی این وی دو، وی این جمع وی یک و وی دوه. این سامپر رسیده اینجا شیر میشه تو اینا، منتها مسئله اینه که من این آر رو ندارم. چقدر خوب که فکر نکنی همیشه عددا رو داری. خب این یه بخشیش میره اینجا، یه مقداریش میاد اینجا، ولی چیزی که مسلمه جمع اینا 3. آی 1 و آی 2 نگیر بی خودی شلوغ میشه، مال اینو مثلا بگیر آی، مال اینو بگیر باقیش 3 منهای آی. اختلاف پتانسیل این یعنی وی 1 میشه آی آر. این دو تا رو که برداشتم 4 گذاشتم، اختلاف پتانسیل این میشه 4 آی، اختلاف پتانسیل این میشه 3 منهای آی ضرب در 8. وی این به اضافه وی اینو باید مساوی وی این قرار بدی. تازه سوال یه خورده پرکاره، ولی ببین چقدر تمیز میتونی حل کنی. ببین می نویسم میفهمی، آی آر این به اضافه آی آر این که میشه 4 آی، میشه جمع وی اینا که چون با این موازیه با وی این برابره. با وی این برابره یعنی چی؟ یعنی با 3 منهای آی در 8 برابره. اینی که نوشتم فهمیدی؟ بده من ماشاءالله. بیا گرم شدین، زود راه افتادین ها، منم هی دارم تندتر میکنم. اینو خودش داده، چی میگه؟ میگه اختلاف پتانسیل دو سر آر یعنی آی آر این 12. اینو کلا بذار 12، تن و مچول آی به دست میاد، منظور از آی اینه، منتها این آر رو خواسته ها. پخشش میکنم این 12 به اضافه 4 آی، بازنویسی کنم 12 به اضافه 4 آی مساوی، پخش میکنم 24 منهای 8 آی، 8 آی میاد با این میشه 12 آی، اینم میره اونور میشه 12 آی، میشه 1. این یه آمپره، پس این باقیش یعنی 2 آمپر بوده، اما این ولتاژش خودش گفته بود 12، 1 ضرب در آر باید بشه 12، پس آر 12 بوده، یعنی گزینه 4 درسته. خوبه؟ حالا فکر میکنم تکلیف معلوم شد، یعنی دیگه تا همینجا باید فهمیده باشی که بیای کلاس یا نیای. اصلا حالا اگه بری کلاس، کلاس من خوبه یا نه برات، این معنیش این نیست که شما مثلا سلیقه‌ایه. اساتید دیگر هم حتما ببین، توصیه میکنم. آقای نوکنده عالی درس میدن، آقای عربشایی عالی درس میدن، جاهای دیگه، مجموعهای دیگه، برو کلاسای فیزیکو ببین، انتخاب کن، خودتو مدیون به کسی نکن، به پدر مادرت منظورمه که دارن هزینه میکنن. یه دونم مغناطیس حل کنی دیگه، بعد وقت برم سوالاتتون رو جواب بدم، چطوره؟ از تمام مباحث اینجوری دیدین یه، در واقع انگار یه تریلر دیدید. میدونی منظورم چیه؟ آقا من میخوام یه فیلم ببینم، چون وقت ندارم، گوش کن، خب میخوام فیلم ببینم چی کار میکنم؟ خیلی دلم میخواد فیلم ببینم، وقت ندارم. یا سریال، حالا سریال که الان که اصلا نه، ولی فیلم 2-3 ساعته میخوام ببینم، حال کنم، ذهنم رو یه ذره ریلکس کنم، چی کار میکنم؟ اول میرم مثلا امتیازش رو چک میکنم، بعد میبینم اون امتیازی که گرفته رو چند نفر دادن، خب و آیا اون امتیاز دهی که انجام شده صادقانه بوده، یا اینکه نه همینجوری مثلا فامیلا اومدن امتیاز دادن رفتن، میدونی؟ اونو میبینم، بعد که تصمیم گرفتم، حالا یعنی اگه 100 تا فیلم بود، حالا دایره کوچیک میشه، دامنش میشه مثلا 10 تا فیلم، حالا تو اون 10 تا فیلم میرم در واقع ژانر فیلمو بررسی میکنم که آقا این مثلا تخیلی، من تخیلی دوست ندارم، علمی خوبه دوست دارم، داکیومنتال دوست دارم، چه میدونم مثلا وحشت دوست ندارم، میترسم حتی نمیترسم، حال نمیکنم، خون و خونریزی اصلا چندشه دوست ندارم، اکشن دوست دارم، پلیسی معمایی ماجراجویی دوست دارم، میرم تریلر 2 دقیقه